درود ویژه هم خدمت همه شما دوستان عزیزان سروران خیلی ممنون که امروز با من همراه هستید و برنامه رو پخش میکنید کلیپ درست میکنید در سطحی داریم کار میکنیم که بعد وقتی با من جلسه تگه میزنن نمیتونن هضم بکنن که ما یک نفره و واقعا به صورت مستقل با دوستان داریم این کارو میکنیم انقدر دیگه مخاطبان دارن کارهای ارزشمند برای ما میکنن خیلی ها فکر میکنن سازمان های آنچنانی و مخوفی پشت ما هستن این نشان میده که در دنیای امروز اگر آتش به اختیار برای میهن خودمون در حوزه رسانه کار کنیم میتونیم صدای اص... شکستن استخوان بی بی سی کارمندان بازداشتگاه مناتور رو بشنویم و واقعا اینا اذیت شدن خیلی اذیت شدن و امروز دیگه ما دیگه نیازی هم نداریم تبلیغ کنیم ما رو پخش کنیم صدا داری میره انقدر این گفتمان قوی است که صدا داره همچنان در سطوح بالای پخش میشه من در چند روزی که گذشت خب دیدیم که در آستانه سالگرد ترور ناجوانمردانه مردانه سردار دلهای ایران بود که آمریکایی‌ها دیگه میمون بازیاشون خیلی گسترده شد و اینها یک روزی میگفتن که شما همه گذینه ها رو ما روی میز داریم علیه شما و امروز شما میبینید در سالگرد قاسم سلیمانی سه بار بی پنج و دو چقدر سوخت داره چقدر هزینه داره خلباناشون انترمنتر کردن سه بار این بی 52 و دوار رفت و بند ناوشون اومد نام نیمروز چی چی بود یه ناوی دارن اینا من اینجا آقای کریس میلر همین تازه کریس میلری که میگن یکی از وزیرای چی وزیرای دفاع تونروشون هست دستور داد که آقا این ناو هواپیما بر قول پیکر نیمیت 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 بره سمت خلیج فارس بعد که دیگه یه خود ترفینا بعد دوباره برگشت به این نیمیتس گفت آقا همه شما ملوانان و فلان و خدمه این ناو ها هاو ما انترمنتر شدید برگردید که مثلا ایران یه دفعه خشمگین نشه و دیدی چه خزینه هایی کردن و خیلی برای من جالب بود یه بیانیه این ارتش تروریستی سنت کام داد که من اینو میخوام بهتون نشون بدم که در این بیانیه ارتش آمریکا میگه اطلاعیه به زبان فارسی هم می‌نویسه توی توییتر و این اکانت تایید شده شونه میگه که اعظامی سومین بم افکن فرمانده سنتکام جنرال منکنزی ما آماده ایم یعنی اون داره میگه یه اعظام سومین بم افکن فرمانده سنتکام جنرال منکنزی میگه ما آماده و قادر هستیم تا به هر گونه تهاجم علیه آمریکایی ها یا منافع ما پاسخ دهیم ما دنبال درگیری نیستیم دقت کن ما دنبال درگیری نیستیم اما هیچ کس نباید توانایی و قابلیت ما در دفاع از نیروهای ما یا اقدام قاطع ما در پاسخ به هر گونه حمله را دست کم گیرد دقت کن داره چی میگه ببین برنامه مدون جمهوری اسلامی نظام ایران و برنامه هایی که نظام ایران در طول این چهل سال انجام داد قدرت افزایی که جمهوری اسلامی انجام داد به کجا رسیده اینها از اینکه تمام گزینه ها رو میزه میزنیم میبریم الان دارم بیانیه میدن میگن تو رو خدا یه وقت ما رو دست کم نگیریم ما میتونیم از خودمون دفاع کنیم نگاه کن میگه ما قادر هستیم تا به هر گونه تهاجم علیه آمریکایی منافع پاسخ دهیم مگه پاسخ ندید خیلی حرفها فرمانده یا ارتش بگه که ما ارتشی که تازه ادعا میکنن ما کل دنیا رو میخوایم بگیریم و داستانهای خودمون رو داریم حالا اجازه چی بود؟ اوکی 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 برگشته بود که میگفتش که آقا ما همه دنیا رو میگیریم فلان میکنیم میبریم میزنیم میکشیم حالا الان کارش به کجا رسیده؟ داری میگه که ببین من قدرت اینو ندارم که به تو حمله کنم ولی قدرت اینو دارم که اگه تو به آمریکا یا حمله کنی از خودم دفاع کنم ببین به کجا رسیدم به خاطر چی به اینجا رسیدن یکی از مسائلی که وجود داره آمریکا یا ایرانیا رو دست کم گرفته بودن و یکی از بزرگترین شانسای ما همیشه در مسائلی که با دشمنامون داریم دشمن ما رو دست کم گرفت و ما قدرت افزایی کردیم و امروز اونا به جایی رسیدن از همه گزینه رو میزه بیانیه میدن میگن من ارتش آمریکا توانایی دارم اگه به آمریکا یا حمله کردی از خودم دفاع کنم انگار مثلا ما گفتیم تو توانایی نداری نمیتونی خیلی حرفه یک حرف سنگی نیست این نشان دهنده اینه که ایران برنامه های مدون خودش رو پیروز شده ایران داره به سمت خیلی جلویی میره و یه عده به من گفتن آقا انتقام سخت چی شده اولا بزرگترین انتقام حفظ نظام ایران و کلا ایرانه چون اگه اصلا اینا با هم دیگه یکی شده چون اگه نظام ایران سقوط کنه ایران هم سقوط میکنه با توجه به این جبهه مقابلی که دارید میبینید که هیچ بویی از ایرانیت رو اینا نبردن دیگه حالا قبلا میرفتن پشت مسئله ملی پنهان میشدن که بخوان مخالفتی با جمهوری اسلامی کنن امروز میبینید علنا خانم شادی صد میاد نوروز رو میکوبه مثال میزنم از این مورد شادی صد که به وفور ما در این سالها در اپوزیسیون دیدیم میاد نوروز رو میزنه و شما میبینید جیک جریان تازه اون جریانی که پرچم داره بحث ملیگر و است که مشخصا منظورم رضا دیبا پرستا هست رضا باز ها هست که حتی رضا بازشون هم که دیدید دیگه خود رضاشون هم نشسته فوتبال آمریکایی میبینه و دوست پسرای رنگارنگ دختراش میان تو خونه بابای تازه من فکر میکنم رضا دیبا دیگه کارش به اونجا برسه که دختراش با این دوست پسرای آمریکایی که میرن تو اتاق بابای در بزنه بگه عزیزم میخوای کاندوم برات بیارم دیگه کار رضا به اینجا رسیده معذرت میخوام چون اینا دیگه هیچ پرنسیب خانوادگی و اخلاقی رو هم رعایت نمیکنن و مسئله اینجاست که شما میبینید که جریانی که تازه پرچم داره ملی فیک و جلیس و همیشه به ظاهر یه صدایی ازشون مثلا تلاش میکنن به صورت نمایش هم شده یک صدایی در بیاد در برابر شادی سعدها دیگه سکوت میکنن اون به نوروز میاد در یکی از مهمترین برنامه های جریانات برحال در حقیقت رسانهی جریان اصلی مخالف ایران در بی, بی سی برنامه پرگار دیگه یکی از سطوع بالا میاد کل نوروز رو میکوبه میگه نوروز خشونت آمیزه و این جریان دیگه جیکش در نمیاد خب اینا جریانات مقابلی هستن که میگه خیانتشون تا کجاست خب پس بنابراین حفظ جمهوری اسلامی یعنی حفظ ایران و اینها چون دست کم میگرفتن جمهوری اسلامی و ایرانو خب نتونستن اینا رو حذف کنن و امروز انتقام سخت یعنی حفظ خود جمهوری اسلامی اینو یادتون باشه یکیشینه البته در آینده جلوتر بعد بریم ولی یکی از مسائل مهم انتقام سخت همینه که بایستی جلوی این داستان رو گرفت خب مسئله دیگه اینه که ما موفق خواهیم شد در ته بازی در تمامی ستو به خاطر اینکه دشمن ما رو دست کم میگیره من در مورد همین برنامه رودست اینو مشاهده کردم با واقعا تمام سلول های بدنم اینا تو تمام این 6 سالی که دارم برنامه می سازم صفوف دشمنان به قایت عقب افتادم اونو دارم رسد کردیم و خب بالاخره حالا الان دو سالیه که خیلی کم رسد می ولی وقتی که اینها رو رسد می حالا الان بچه هم رسد میکنن ما داریم می بینیم اینا همش تحلیل هایی که میخوام بدن دست کم گرفتن ما بود و الان خب در بحث سطوع بالا دولت ها دست کم گرفتن جمهوری اسلامی رو و همین ضربه رو میخورن و ما از این بابت خیلی موفق خواهیم شد خیلی موفق خواهیم شد شما جبهه مقابل رو نگاه کنید اول میگفت این مخاطب نداره بعد نه با شوخی شوخی خیلی مخاطب داری آقا سایبریا کمکش میکنه هزار تا چیز یعنی انقدر آسمون ریسمون میبافن تا دو سه تا چیزا انکار کنن توانایی مثلا ما رو حالا چه تو این برنامه چه تو سطح جمهوری اسلامی آمریکا یا دیدی آقای برایان هوک گفت موشکای ایران فوتوشاپه مخالفین ما هم چی میگن تو این برنامه میگن آقا این مخاطبای سایبریه حالا شما 90 درصدتون میبینید تو خارجی تو آمریکای کانادا هیچ وابستگی هم به جمهوری اسلامی ندارید همتون دارید کارهای ما رو پخش میکنید کمک مالی ولی این عقب افتاده میخوان اینو حزمش نمیتونن بکنن برای همین یک سری تحلیل های کف روی آبی میان مطرح میکنن بعد میگن خودگویی خودخندی با همدیگه میشینن و میخوان با تحلیل ها قدرت شما رو منکر بشن آقای برایان هوک موشک های ایران رو نمیخواد ببینه ولی همین میگه آقا اینا فوتوشاپه خب آقا موشک رو فرستادیم عین الاسد دیدی چی شد دیگه حالا گزارش های خودتونه حالا ما کاری نداریم بعدش جبهه جنگ روانیتون در رسانه ها و این عقب افتاده چگونه میان پروپاگاندا میکنه ولی دیدیم چی شد این فوتوشاپ حالا در این برنامه هم همینه آقا این مخاطب نداره فلا نیست دست کم و توانایی های ما رو تو اجرا خود. خودشون یک سر اگه بعضیشون بشینن برنامه اجرا کنن تا سه چهار نفری کمرشون و همه جاشون درد میگیره من میشم شش سر خب این توانایی رو میخواد چیکار کنه منکر بشه این به نفع ماست یعنی بعضی از دوستان یه وقت ناراحت نشن که اگر آمریکا یا بخش دشمنان ایران توانایی های ایران ها منکر میشن شما ناراحت نباشه این یک فرصته هر تهدید یک فرصته انکار توانایی ما از سوی دشمنان اونم با تحلیل های بسیار سطحی به سود ما چرا چون اونا قافل میشن از نقاط قوت ما و در قافل شدن دشمن از اینکه ما چه توانایی داریم چون میخواد منکر بشه ما میتونیم قدرت افزایی کنیم این حقیقته بنابراین ایران ته بازی پیروزه گفتم بهتون درسته ما یک جپه نفوذی داخلی داریم سر صدا میکنیم ناراحتیم اینا رو هم جمع خواهیم کرد به یار یهورا اما ته بازی ایران برنده است ما در چل سال فرمانده آمریکایی رو کشوندیم به اینجا که بگیم ما قادریم که خودمون دفاع کنیم تا دیروز این فرماندهان آمریکایی میگفتن ما قادریم کل ایران رو با خاک یکسان کنیم واژه داشته باش میگه هر گونه تهاجم علیه آمریکایی‌ها یا منافع پاسخ میدهیم مگه قرار بود پاسخ ندید برگ چغندر که نیستی خب ما بزنیم تو اگه نتونی پاسخ بدی که هیچی دیگه باید پاسخ بدی دیگه این که دیگه اعلام کردن نداره که و این حقایقیه که ما داریم میبینیم بنابراین خیلی امیدوار باشید به آینده ایران پیروزه و ما در تمامی حوزه های بچه های میهن پرست چون پشت سر ما ایمانه پشت سر ما پشت کاره و دشمنان ببینید یک بخش قدرت ما هست یه بخش دیگه حماقت و ابتزال دشمنان میمونه دشمنان انقدر سطحشون پایینه فرصت برای ما ایجاد میکنه که هی خودمون بالا بکشیم در تمامی سطوح دارم میگم رسانه نظامی همه چی ولی که دشمن نمیتونه هضم بکنه ایران قوی رو نمیتونه هضم بکنه کسانی که از ایران قوی در چارچوب رسانه همچون برنامه رو دست میان پشت بادی میکنن چون نمیتونه هضم بکنه میره توی دکترین انکارسازی دکترین انکارسازی یک اتفاق خوبیه برای ما فرصت رو برای ما ایجاد میکنه چون اونها قافل میمونن از توانایی ما بنابراین ما پیروزیم ته بازی ما پیروزیم این بیانیه ژنرال جنرال آمریکایی یعنی پیروزی توی ایرانی این که در سالگر اینا خیلی آرزو دارن که تو همین چند شب منم دیشب پست گذاشتم چون امریکایی ها میخوان یه تیری به سمت ایران پرت کنن ایران انرژی خودش رو خالی کنه که دیشب نوشتم سربازان ایران آماده هستند و قهرمانان ما هم هستن این سربازان این بابت این بود که آمریکایا میخوان هر چه زودتر ایران در یک زمان مشخص و مکان مشخص انتقام سلیمانی رو بگیره برای همین هی داره تنش و بالا میبره که ایران یک اشتباهی بکنه در زمان و مکان مشخص جواب قاسم سلیمانی ایران در زمان و مکان مشخصی پاسخ نخواهد داد ایران زمان و مکان رو در حوزه پنهانسازی و قافلگیری انجام خواهد داد و انتخاب خواهد کرد ما اجازه نمیدونیم زمان و مکان و آمریکایی ها برای پاسخ ترور ناجوان مردانه قاسم سلیمانی بدن این هم از این قضیه بنابراین دوستان به نظر من وقتی که مسائلو بررسی میکنم و اینکه آمریکایا تو این چند روز انقدر ناو بردن و چه نه هوای بی 52 بلند کردن و اینا همه اینا به نفع ایرانه همه اینا نشان دهنده پیروزی و قدرت ایرانه که تو حالا تو چند برنامه دیگه این ابعاد گسترده این پیروزی ها رو بیان خواهم کرد و بررسی خواهم کرد. قربوتون برم خیلی ممنون که این برنامه رو توجه کردید. پاینده ایران بدرود.